روز پنجم مرداد 1359 هجری شمسی پادشاه محبوب ما در قاهره درگذشتند. برای من به عنوان یک ایرانی او بیش از همه چیز شاهم بود و امروز می‌خواستم که سخنانم را به او خطاب کنم. اعلی حضرتا، امروز درست یک سال از آن نیم روز گرم تابستان که من برای آخرین بار پیشانی سرد شما را بوسیدم می گذرد. در آن روز غم‌انگیز شما برای همیشه ما را ترک گفتید و به دیاری جاودان رفتید که در آن دیگر از غم‌ها و رنج‌ها، از دردهای جانکاه جسمی و از دردهای جانکاه تر روحی نشانی نیست. پس از یک عمر تلاش، پس از سالها کوشش شبان روزی در ایفای مسئولیتی بسیار خطیر که خداوند و ملت شما به عهده شما گذاشته بودند و پس از گذراندن روزهای اندوه بار غربت، شما سرانجام از آرامشی که داروی همه دردهای جانگداز است برخوردار شدید. به صورت یک مسلمان پاکدل در خانه خدا که هر روز در آن بانک اذان برمیخیزد به خواب جاودان رفتید و درست در همان مکانی به ابدیت سپرده شدید که سالها آرامگاه پدر بزرگوارتان بود. شاهنشاه بزرگی که مانند شما به گناه میهن پرستی و آشتی ناپذیری خود در راه دفاع از مصالح ملی دور از زاد و بوم خیش جان سپرد، ولی آتش عشق به وطن را که در دل داشت به فرزندش سپرد و او نیز روزی در این آتش بسوخت. اعلی حضرتا، شما در حالی ما را ترک گفتید که قلبتان از تحمل بی انصافی ها و ناجوان مردی های فراوان خونین بود. با این همه با آرامشی آسمانی دیده از جهان فرو بستید، زیرا می دانستید که در پیشگاه پروردگاری که مافوق همه دشمنی ها و کینه‌توزی هاست با روسفیدی حضور خواهید یافت و می دانستید که در دادگاه تاریخ نیز سرفراز خواهید بود. شما تمام وجود خود را وقف سعادت ملتی کرده بودید که با برخورداری از سرمایه تاریخ و فرهنگی بسیار غنی و با داشتن ثروت انسانی سرشاری از مردم باهوش و پرکار و ثروت خداداده فراوانی از منابع طبیعی و زیرزمینی، شایستگی و امکان همه گونه ترقی را داشته است و دارد. شما با اتکا به این پشتوانه بزرگ مادی و معنوی کشور خودتان را جلوگاه غرورانگیزی از امید و اعتماد کرده بودید که در آن هرچه بود سازندگی و آینده نگری بود و از این راه سرمشقی از تلاش و موفقیت برای بسیاری از ملت‌های استثمار شده و محروم به شمار می رفت. شما با دوراندیشی و جهانبینی خود کشورتان را در صحنه جهانی از حیثیت و احترامی بی سابقه برخوردار ساخته و با تماس‌های شخصی خیش در شرق و غرب و شمال و جنوب نقش ایران را در زمینه بین المللی به صورتی که شایسته تاریخ و فرهنگ و افتخارات این کشور کهن بود بالا برده بودید. البته برای شما از همان آغاز روشن بود که با این تلاش ها و پیروزی ها به خیلی از منافع لطمه می زنید و خیلی از خشم ها و دشمنی ها را نسبت به خود برمی انگیزید و طبعا از این راه به استقبال خطرات فراوانی نیز می روید
که بارها درباره آنها به شما هشدار داده بودند. ولی راه شما در برابر تاریخ و ملتتان راهی برگشت ناپذیر بود، زیرا با ایمان به حقانیت هدف خود قدم در این راه گذاشته بودید و با آگاهی عمیق خیش به تاریخ ایران و جهان خوب می دانستید که پیش از شما نیز بسیاری از مردان بزرگ در راه هدفهای بزرگ از پای در افتاده اند. ولی در این حال بر این واقعیت تاریخ، به خصوص تاریخ کشور خودتان، آگاه بودید که این فداکاری ها هر حاصل نمی ماند، بلکه هر بار انگیزهی برای تلاش های تازه و پیروزی های تازه می شود. با اتکا به این واقعیت است که همه آنهایی که دلشان به خاطر ایران و در عشق ایران می تپد، کابوس وحشتناک کنونی را تحمل می کنند. لازم نیست من این کابوس را برای شما توضیح دهم و بگویم که در سرزمین زخم خورده و ستم کشیده ایران اکنون چه می گذرد، زیرا می دانم که شما در عالم تجرد و وارستگی ابدی خیش همه این ماجرای دردناک را در برابر نظر دارید. می بینید که چگونه کشور آباد و مترقی شما امروز سرزمین مرگ و ویرانی شده است. می بینید که چگونه در سراسر این مملکت سیل خون جاری است و چگونه هر روز گروه تازه‌ای از فرزندان آن به خاک می افتند و هر روز خانواده های تازه‌ای در مرگ عزیزان خود عزادار می شوند. می بینید که چگونه کشوری که سرزمین امنیت و رفاه و سازندگی بود، امروز قلمرو هرج و مرج و برادرکشی و وحشت و فلاکت شده است. می بینید که جامعه‌ای که شما برای رسانیدن آن به صفوف مقدم جهان هزاره سوم تلاش می کردید، اکنون قرنها به عقب بازگشته است. می بینید که دانشگاه هایی که ساختید بسته شده اند و کارخانه هایی که به گردش انداختید از کار ایستاده اند و جامعه زنان که به دست شما حقوق انسانی خود را بازیافته بودند به تاریکی عصر جاهلیت برگشته اند. می بینید که آن ارتش نیرومندی که به دست شما به وجود متلاشی شده و آن حیثیت و احترام جهانی که برای تحصیل آن کوشیده بودید جای خود را به سرشکستگی و حقارت داده است. یقین دارم هیچ یک از این واقعیت‌های دردناک بر شما پوشیده نیست، زیرا هیچ پدری نمی‌تواند رنج‌های فرزندان خود را نادیده بگیرد و شما اکنون نیز مانند دوران زندگی خود عمیقاً شریک غم‌ها و شادی‌های همه مردم ایران هستید که آنها را فرزندان خیش می‌دانستید. شادی‌هایی که در ایران کنونی هر روز کمتر و غم‌هایی که هر روز بیشتر می‌شود. با این همه در زوایای قلب خودم ایمان دارم و شما خودتان این سرمشق ایمان را به من دادید که خدای ایران این سرزمین معنویت را به دست توحش رها نخواهد کرد و مردم ستم کشیده آن را با رنج‌ها و ناامیدهاشان تنها نخواهد گذاشت. می‌دانم که پایداری و ایمان هر یک از ما شعله‌ای خواهد بود که سرانجام مایه پیروزی روشنایی بر ظلمت خواهد شد. می‌دانم که پروردگار یکتا آخرین دعای شما را که به درگاهش نثار شد مستجاب خواهد کرد و ملت ایران را بار دیگر به رستگاری رهنمون خواهد شد. تلیعه این رستگاری همکنون در افق تاریک نمودار است. صفوف مختلف ملت ایران روز به روز در برابر نظام سنگدل غیر انسانی و ضد ملی که به آنها تحمیل شده است متشکل تر
و مبارزتر می شوند. سربازان میهن پرست نیروهای مسلح، عشایر غیرتمند و دلیر، جامعه تحقیر شده زنان ایران، روحانیون واقعی و اقلیت‌های مذهبی، کارگران، کشاورزان، دانشجویان و روشنفکران، اصناف و پیشه‌وران، کارکنان ادارات و ایرانیان خارج از کشور که حقوق مشروع قانونی و ملی همه آنها مورد تجاوز قرار گرفته است، با عشق به وطن و تصمیم به نجات آن پیکاری بی امان را برای سرنگون کردن این نظام تحمیلی آغاز کرده اند. خروش خشم ارتش سرفرازی که اگر خائنانه در نابودی آن نکوشیده بودند، هرگز بیگانگان جرأت تجاوز به خاک ایران را نمی‌یافتند، هر روز بیشتر به گوش می‌رسد. نداهای روحانیون واقعی، قلم‌های نویسندگان، اشعار سخنوران، هنر هنرمندان، کلام صاحب نظران، مغزهای متفکران در این تلاش مشترک با بازوان مبارزان و با خون شهیدان وطن پیمانی استوار بستند. پیمان بستند تا با پیکار همه جانبه خود ملت ستم کشیده ایران را از این فتنه مرگبار نجات بخشند و زندگی و سربلندی را به ایران رنجور و سرکوفته بازگردانند. در این راه یکایک میهن پرستان ایران، به خصوص رضا شاه دوم که طبق قانون اساسی شاه ما و ضامن وحدت و همبستگی ملی است، روز به روز بیشتر سنگینی وظایف و مسئولیت‌های خود را احساس می‌کنند و روز به روز در آماده ایفای آنها می‌شوند. تن من نیز چه به عنوان یک ایرانی، چه به عنوان همسر شما و چه به عنوان مادر فرزندان شما، سعی می‌کنم تا آنجا که در امکان و توانایی من است وظیفه خودم را با ایمان و بردباری ایفا کنم. البته گاهی احساس می کنم که تحمل کوه مشکلات برایم طاقت فرساست، ولی هر وقت که به یاد می آورم خود شما در عین تحمل دردهای جانکاه جسمانی با چه دردهای جانگداز روحی نیز دست به گریبان بودید و این همه را با چه قدرت و بلندبینی عارفانه ای می پذیرفتید، در خود نیروی تازه می یابم، نیرویی که زندگی بخش است، زیرا که در پرتو آن احساس می کنم که ایمان به پیروزی ملت و ایمان به پیروزی نهایی حق و عدالت، ایمان به غلبه روشنایی بر ظلمت، ایمان به اصالت تاریخ و فرهنگ وطنم و عشق به همه زیبایی های ایران عزیزم مرا زنده نگاه می دارد. بالاتر از همه این که می دانم خدای من که خدای کینه و انتقام نیست، بلکه خدای بخشنده و مهربان است، مرا تنها نگذاشته است و تنها نخواهد گذاشت. با این توکل در این سال روز درگذشت شما که نه تنها شاه و همسر من، بلکه عزیزترین حامی و راهنمای من بودید و هستید، شما را به لطف و عنایت این پروردگار بخشنده و مهربان می سپارم، ولی با شما وداع نمی کنم، زیرا که می دانم همیشه با من هستید و همیشه با من خواهید بود.